شاهدخت امنیت، این لقبیه که به پریسا تبریز دادند، یکی از مهمترین افراد امنیت سایبری در دنیا. یعنی اگه مرورگر کرومتون هک بشه احتمالاً ایشون از کار بیکار بشه. این قفل کوچیک که در نوار آدرس در کروم هست نشان دهنده امنیت بین کامپیوتر یا موبایلتون با وبسایت، یعنی این ارتباط امنیه. گوگل داره سعی میکنه که وبسایت‌های بیشتری از پروتکل رمزنگاری شده HTTPS استفاده کنن و مسئول این کار در گوگل پریساست. تا اسم هک میاد همه میترسند، ولی هکر خوبم داریم. 200 تاشون کارمند پریسان و روی یک پروژه‌ای به نام پروژه صفر کار میکنند. کارشون اینه که نرم افزارها رو قبل هکرهای بعد هک کنند تا ایراداشون معلوم بشه و درستش کنند. در بزرگترین نمایشگاه امنیت سایبری دنیا، یعنی بلک هت یا همون کلاسیا، رفتیم به سراغش و ازش پرسیدیم که کی برای اولین بار لقب شاهدخت امنیتی گوگل رو بهش اعطا کرد. بعد اول به ذهن خودم رسید. وقتی گوگل استخدام شدم، عنوان شغلم بود مهندس امنیت اطلاعات در تیم مهندسی امنیت اطلاعات، که هم زیادی دراز بود هم بی‌معنی بود. یه بار باید می‌رفتم یه کنفرانس، بهم گفتن بعد کارت ویزیت درست کنی. منم گفتم اگه قراره چیزی که روی کارت می‌نویسم بی‌معنی باشه، حداقل یه چیزی بنویسم که عجیب غریب و بامزه باشه. اتفاقا خیلی هم مفید بود، برای اینکه خیلی از آدم‌های حوزه امنیت از حوزه دفاعی میان. ژنرال 4 ستاره و مدرک فلان و بهمان دارن. کارت ویزیت من رو که میبینن که روش فقط نوشته شاهزاده امنیت، اول جا میخورن، بعد خندهشون میگیره. خلاصه یخ فضا میشکنه و میشه صحبت کرد. شما یکی از معدود زنهایی هستی که در این سطح در حوزه امنیت کار میکنن. امسال شما حتی در حوزه آیتی هم کمه، چه برسه در بس امنیت. تجربت چیه؟ وقتی به عنوان مدیر تیم امنیت اومدم کروم، تنها زن تیم بودم. الان توی تیممون زنها بیشتر از مردان. و اتفاقا همین زنها پشت ماجرای ترویج HTTPS در اینترنتن. اگه بخوای یکی دو نمونه از چیزایی که به نظرت باعث میشه زنها سراغ این کارا نیان رو بگی، چی میگی؟ خب قصه های اینجوری که آدم زیاد میشنوه، چیزای خیلی ظریف. مثلا میری یه برنامه یا مراسم میبینی بیشتر زنها لباس های نچندان پوشیده‌ای پوشیدن. این باعث میشه به عنوان یه زن احساس کنی اونجا جای تو نیست و دیگران برات به عنوان یه متخصص احترام قائل نیستن. چیزای دیگه هم هست، مثلا کمک به مادرها که کار کردنشون رو راحت تر کنه. به نظرم اینجور تغییرات محیط رو خیلی متکثرتر و دلپذیرتر میکنه. یکی از دستاوردهای پریسا این بوده که وبسایت‌ها رو راضی کرده یا بعضن آروم گوششون رو کشیده که برای انتقال محتواشون به جای پروتکل HTTP از HTTPS استفاده کنند. البته بعضی این کارو نکردن، ولی بیشتر وبسایت‌های بزرگ کردن. به ویژه بعد از اینکه کروم شروع کرد به کاربرها هشدار دادن که سامانه‌های قدیمی کلاً امن نیستند. بعضی‌ها که مخالف بودن میگفتن هزینه تغییر زیاده. بعضی‌ها میگفتن سرعت رو کم می‌کنه یا اینکه به دردسرش نمی‌ارزه. ولی حرف من اینه که وقتی شما وبلاگ می‌نویسی، حتی اگه فقط دوستاتم بخونن، دلت می‌خواد بازدید کننده فقط نوشته تو رو ببینه، نه اینکه ISP آگهی یا چیزهای دیگه به خوردش بده. خب چنین چیزی ممکن نیست مگه با HTTPS. ممکنه به جایی برسیم که گوگل کروم بگه سایتی که HTTP هست رو باز نمی کنم؟ نه، کروم نهایتاً یه مرورگره، قراره به کاربر امکان دسترسی به اینترنت بده. HTTP هم پروتکلیه که اینترنت مدت‌ها بهش متکی بوده. کاربر باید بتونه روی هر پروتکلی به محتوا دسترسی داشته باشه. کار ما صرفاً اینه که به کاربر بگیم ببین، داده‌ای که از این مسیر به دستت میرسه قابل اعتماد نیست. پروژه صفر تعدادی هکر داره که ایرادهای نرم‌افزارهای موجود در اینترنت رو پیدا می‌کنن و 90 روز به سازنده و فروشنده فرصت میدن درستش کنه. بعد از 90 روز ایرادها رو منتشر می‌کنن. به نظرم این کار ما باعث شده خیلی ها در این حوزه تشویق بشن که ایراد نرم افزارا رو سریعتر رفع کنن. الان اکثر قریب اتفاق مشکلات حدودا 98%شون ظرف 90 روز درست میشه. چه چیزی در آینده نگرانت میکنه؟ راستش کامپیوتر همه جا رو گرفته. قبلا یه دستگاه سنگین گنده بود گوشه خونه. الان همه چی یه کامپیوتر داره. تلویزیون خونه‌تون، بلندگوها، وسایل دیگه، ماشینتون.
خیلی مسائل هست که باید حل بشه، ولی من کلن خوشبینم. یه جوری حلشون میکنیم. آدم باید نابغه باشه که به جایی که تو رسیدی برسه. نه واقعا نابغه نیستم. راستش اگه یه چیز باشه که دلم بخواد شما بیننده ها بدونین اینه که من نابغه نیستم. فقط سخت کار میکنم. دنبال یاد گرفتنم و فکر میکنم آدم هر چی سنش بیشتر میشه از شکست بیشتر میترسه. ولی آدم با شکست یاد میگیره. پدر و مادر من از تکنولوژی میترسن. میگن بلد نیستم. میترسن امتحان کنن. ولی تکنولوژی مدام در حال تغییر و بسیار به ندرت پیش میاد که شما کاری بکنی که یه دستگاه کلن خراب بشه یا بترکه. بنابراین فکر میکنم آدم باید سنش هم که بیشتر میشه مدام یاد بگیر و از یاد گرفتن نترسه.